میفرماید در ادامه که آرا برا خیم مقادش اد ایرسه به عمرو ما میخوام یه پیروشه دیگه هم بکنیم یه چیز دیگه هم میخواد به ما بگه رو آسوم می میمنو زیاد و قوی تر از ما شدن شگه دوراتان و ریبویا مهمایو میگه میگه هر چی دارن از صدقه سر ما دارن مصری میگن آسوم رو و آسوم زیاد هستن قوی هستن یه از ما هستن. میمنو یعنی از ماه هرچی اینا دارن از ماه به کوان آباز منظورش که کی اومده که لهودیا و, و تا معلوم کنه به آنها که یش لایم خوف به اسرائیل یعنی اینا به دکار ما هستن اسرائیل ها به دکار مصری هستن به نیت که این لقدیم تنال بل یوم رو الاف اما اکل رو محصاب نخریم و نیت داره که مقدم بکنه ادعا رو که نگن به او ملتش یا هر بیننده ای که شما یه کارای غریبی میکنید یه کار عجیبی غیر انسانی میکنید من نفهمم چه کاری شما میکنید که چی, چی که به ایز کوخ شما به چه قدرتی وای میستید و میگیرید یک ملتی ویقخ ام خادش و خند به غیر با, با عبود با شما من نمیدونم به چه قدرتی به چه روی میاد یه ملتی که در بین شما زندگی میکنه اومدید گرفتیتش براتون کار بکنه و هم بیگاری میگه اینا بده ما هستن لازه آمر اینه هم به اسرائیل زه این قوم اسرائیل خودش اسمو اوفسارو خودش گوشت و پوستش از مال ماه کی آن و خینو اتوم بشه زیرا ما اینا رو زنده کردیم در سالهای قحتی اینا از بر ما خوردن اینا داشتن تو قحتی میمردن اینا که اومدن اینجا ما بهشون خوراک داریم اگه اینا قوی شدن بزرگ شدن مال ماه خل معشنی با می گم گمکن هر چی که اینا زیاد شدن هم از ماه کی بشیم نف... نفش با اولا اینا هفتاد نفر اومدن اینجا حالا چه ملتی شدن معتا یکم میلا یخزیق به اسرائیل به ایما تانا اینا اسرائیل ها گرفتن که کار بهشون بدن به این دا که چی چی؟ اینا همش مال ماه اینا زیر دست ما هستن اینا از صدقه سر ما خوردن اینا ما از قطی نجاگه مرده بودن به خک مول و و عقلی کردن یعنی حکمتی کردن که انجام بدن با او اون چیزی که خوب بود در نظرشون اود ایرسه کی هلوت. تیم سا کی کال املاخی امیم آمی میت و ملخوتام به ام خوبان یه توضیح دیگه ما راب او این مقادش به ما میاد میگه که مگر نه اینکه پیدا می کنی که کل املاخی مگدول آمیم تمام بزرگان قوم ها پادشان و بزرگان قرما ایتخکمو خودشون عاقل می که افتخار کنه حکومتشون به ملت معترمی که در سرزمینشونه اون مگم به هم اسرائیل یعنی افتخار مصر که جامعه اسرائیل در مصر زندگی میکنه چرا؟ چون اینا بزرگ زاده هستن اینا پیامبر بچه های پیام هستن پیامبر زاده هستن که شمو میوخدت لو ای جامعه اسرائیل یک مقام و منزلت بالایی داره ونلخا اوماششالتا به اسرائیل تا الکل و اومد نداری ملتی که مسلط شده به جامعه اسرائیل که مقام و منزلتی نداشته باشه بر تمام ملت ها یه جمله در داریم که انشالله با شادی بخونیمش دیگه غم نباشه ها یوساره ها لروش اونجا میگه امیران دشمنانش اونایی که اذیتش کردن رئیس شدن بعد یه معنی دیگه هم داره گمال سندین برگ 104 روی دوم میگه هر کسی که عزت اسرائیل که شده رئیس و سر کل ساره ها لروش ها میگه تمامی کسایی که اذیتش کردن هم. شدن سر و سر کرده کی؟ امی مصری و لازه ها مرمل خاداش و بر این گفته پادشاه جدید اینه بین اسرائیل امی خوبادیم اینک اسرائیل ها که محترم اینا اصل حکومت هستند بهتر از مصری ها او واهم هم ام میتخب بدیم به وسیله اسرائیل ها مصری ها محترم میشن از نظر مقام منزلت ارزش کی وخی یه موقعی که از این شهر خارج بشن تیه آیر به خوتا و به زویا میگه این ملت افتخار ماست اگه از این شهر رفت بیرون شهر ما بی ارزش میشه خار میشه کم میشه مقامش به لازه ها با ما مالو به خاطر ای گفته بیای تا حکمتی کنیم برای او نذاریم برن اینا افتخار ما هستن پن آیر مبادا خارج شود از شر به سعود سیبا به وسیله سببی که کی تیغره اگر که یه جنگی هم پیش بیاد اینا از اینجا که جنگ توش به وجود اومده بعدش رو میاد از سرزمین مصر م همیل به و یلخ رو از این جنگ باعث ناراحتی ول میکنن میرن بعید هم نیست باز با اون وقت انان و خلیم لمنو و ما نمیتونیم منش کنیم کی بانو میان با ما جنگ میکنن امراه اونایی که اومدن با ما جنگ کنن اینا هم هم دست اونا میشن پس بنابراین ما یه کاری باید بکنیم که اینا از اینجا خارج نشن نگرشون داریم که بو... پاسخ یود آلف میخونیم آلا برا خیم مقادش و یاسیمو و آلاو راشی بخونیم راشی دارید بله راشی میخونیم و یاسیمو و آلاو تا میسین لمن من تو به سیولوتام و ایوین آره میسکنو لپلت پیتو مترم آلاو الاهام بر کی؟ بر این ملت میسیم لاشون مس لفظ مس مس یعنی خراج ساریم نه ای که پول خراش پول نیست اینجا ساریم چه گوی مهم است یک امیرانی که بیان یه مامورانی که وصول کنن از اونها والیات مالیات چی چیه مالیات چه آره میسکن و مالیات جانی مالی نیست که بیان شهرهای میسکنوت برای پر و بسازن به من ان نوتو برای که رنج بدهد آنها را در رنجشان در بارشان باری که مصریا بر سر اسرائیل میارن آره میسکنوت که ترگمو مثل ترگمش نگاهی ترگم که بکنید میگه لخ بو ال گیزبار ممونه علا س... میسکنوت یعنی شهرهایی که اه... منی بخ... برو نزد آن کسی که مالیات میگیره گیزبار یعنی اون وصول کننده که معمور بر خزانه ها یعنی میخواد به شاه بیاد به پادشاه مصر خراج بده ات به بیت رمسس بیتوم را و رمسس را شلو های میته خیلال کاخ این شهرها از اول هم شایسته ساختن نبود شایسته آباد کردن نبود و از خزاقات افسورت لوسار ایجوری ساختنش محکم برج و اصاردار که به عنوان یک خزانه برای پادشاه باشه ادامه عرب اورخ مقادش میفرماید که و یاسیمو آلاب و گذاشتن بر او کان ابن شوئل اینجا بن شوئل بن شوئل یعنی شو میگه بن شوئل میگه تو مثل تو شب موعد پسخ که میگه ماز گول و شنی و کان ابن شوئل این لفظ میشنا اینجا آورده گفته وگرنه نا... این بن شوئل چیز خاصی نیست من خخماندید خکمو بازه اینا چه حکمتی کردن تو انزو خخما الا رئوت و خسیفوت میگه این چه حکمتی بود یه کار بدی بود یه کار زشتی بود یه کار بی بود و عز و و و دیگه اخ ملام لیبام چه قلبشون پر کردن بیت خیلاتشی بود در ابتدای اون خدمت دادن که قرار بدن بر اونا سال میسیم امیران خراج گذار و اد اخ اخوان اسرائیل ناتورپام لبودت دبودت اودان نخریا چطور اسرائیل ها گردن گذاشتن به این کار عجیب غریب من نفهمم چطور که اینا گفتن خیش زنی کردن اینا چرا رفتن چه جور اونا پر روی کردن گفتن اینا بیا در ما خش بزنید تو دو ذره زری بارو رفتن به خوم رو ویل بنی با به اصطلاح گل و خشت چه کاری بود اینا کردن درسته به این بله از اول کار هر کی که نرفت تا آخرش هم نرفت هر کی رفت تا آخرش هم رفت دقیقاً لقدر... من توضیح میدیم اینه ربوتن نوزال اینا که اولش اجبار اول نبود هر کی با سکه بشونه که کی نمیاد خاندان لوی سکه نگرفتن خشتم نظر به این ربوت که گفتن که آیا عداوار به ادراگا زیرا این موضوع به ادراگا بود در پله پله بود بیت خیلا به پرخ در ابتدا با دهان نن بود اول پسخ به پرخ و در آخرش با کارای کمر شکن کارای سخت کارای مشکل و مین از سده را کتوبیم و از ترتیب کتوبیم مفهومه که به تخیلا سامو علیه ساره میسیم زیرا در ابتدا گذاشتن بر آنها امیران خراش گذار و طبق صحبت اونها و طبق صحبتهای های اونها زال لازمه که بگیم که قادمو دواریم لسیمت ساره میسیم اول اومدن با زبون نرب و چرم اینا رو کشیدن به کار بعدش امیران خراج گذار بر اونها گذاشتن که بیان براشون کار کنن ادامه میدیم ونی لفی مش پرشتی بر طبق اون چیزی که ای لازم ایلا. الان خدمتتون عرض و بهف مش پرشتی بر طبق اون چیزی که پیروش کردم در پاسوق رو آسون میمنو کی سوریم ها فکر میکردن یه خولیم دشت عبد بایم میتونن خدمت بدن به اینا به خاطر اون خوبی که کردن به آنها در زمان قطی مصری یا اول کار فکر کردن که اینا میتونن به اسرائیل کار بدن خاطر که ما شما از قطی نجات دادیم افشار شه با اوله این به وقت امکان داره که بگیم همین هم بوده اومدن ارون ها با قدرت و ال. و, ال و ال و نیرو ال اینجا نیروه تکف فومیت فورا و شعیب بدون و موقعی که اونا رو به کار گماشتن یا سیمو علیهم ساریم امیران گذاشتن که اونها رو رنج بدن و آز هایو مواتیم به رخم و ناتو ارپا آن وقت هایو مواتیم یعنی کم ارزش بودن اون مصری و آز هایو مواتیم به ارزششون کم بود اون مصری ها و ناتو عرف. یعنی گردن گذاشتن علا رقمشون چی؟ و وقت نسبت به مصری‌ها کمتر بود. بله آن وقت ازششون نسبت به ها کمتر بود به ناتو اورپام یعنی گردن گذاشتن علی رقمشون بیکار دیگه لازم نبود که بیان دهان نرم بیارن و مش آمرکا تو هوا خک ما بو به اون چیزی که پاسخ گفته بیاد فکری کنیم اینو الپرات بود بر خود بر جزئیات جزئی. اون کار و خش زنی نبود الا الپرات خواد بلکه بر یک جز بود اخیه. ال تخیر بر یک جزء دیگری است همونطور گفتن زال شعو ال شیقو عبانیم بیام بر ای بود که اومدن بچه‌هاشون تو دریا انداختن همونطوری که هاشون میگه میگه اومدن گفتن که با زبون نن بیاید برای ما کار کنید و اینا رو به کار کشیدن و مجبورشون کردن کار کنن که گفتن سکه میدیم ولی مسئله آوانیت خک ما برای انداختن بچه ها تو رودخونه نیل بود نه برای نیتخک ما رو روی کار نبود نیتخک ما رو چی بود؟ روی بله انداختن روی بچه روی رودخانه نیل عشم یه زکن و خزول